تمام قرض اعضا برای آقا. دست شما درد نکنه. ببخشید کارت. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. مخلصی خوبی؟ چکری؟ کارمون را میدازی؟ من شما یه گوشم این بالا، آره بر. خدمت شما یه بری را بگاری بگاری بگی پاک کن صورت بگی خیلی بیشور واقعا آدم بیشور بیشور که هستیم اینو خیلی وقت دارم میگم باور نمی کنی نه واسه اینکه امتحان تشو بکن بیا اون که همه اشتباه میکنه چه آدم احمق این کاری که من کردم نمی کنه نابودش کردم واقعا نابودش کردم بابا تو چرا داری اینقدر شلوغش میکنی یه نمره است دیگه آدم اگه به خاطر نمره خودشو میکشه شلوغش میکنی حالا واسه مگه میدونی قضیه چیه که الکی حرف زیاد میزنی حرف میزنی بده من اون دستمالو الان دارم میگم کاریه که شده چیکار میخوای بکنی طوری نیست خیلی هم طوریه داداش من خیلی هم طوریه تو که نمیدونی همه امیدش به من بود ولی بدبخته و فکر و خیال و مسئله ریخته سرش فقط امیدش به من بودش که منم خرابش کردم نمیدونی هم نیم ساعت پیش تو ماشین پس کله منه بگیر از ناف جهنم منه بیار بذار وسط بهش وقت من چی کار کردم؟ بدبخت چی کار کردم؟ چرا این طوری داری میکنی؟ تو که نمیدونی آخه بحث سر دروم نمیستش که تو تمام سالهایی که این همه کار واسه من کرده من فقط همین یه بار میتونستم خوشحالش بکنم من خرابش کردم دقیقا زمانی که واقعا بهش احتیاج داشت من ناکنه داره الان این بچه بازی چی داری در میاری؟ نگاه کن منو رو عواز اپروت برو به کارت برس چزه ایری به کارم میرسن چشت داشت به کارم میرسن چی شده موسی؟ سلام یه چیز رو حالش بده چیزی نیم ببرش بیرون هوا بخوره
بده من. میگن تمرکز میبره بالا. غلط میکنن که میگن. مخصه داغون میکنه. میبره. کجا؟ بریزش تو توالت. بریزش. پیرمرد، اندازه بابا یه ماهت پولشه. دیدم. پس باید بیشتر خجالت بکشی. بریز. میخوام با دست خودت بریزش تو توالت. وگرنه مدرک خوبی میشه برای حراست. برو بریز. به نظرم پدرت هم باید ببینم. پدرم؟ جالب شد. اگه روی کم میزه گمار پیداش کردی، سلام منم بهش برسون. سه روزم نخوندی توی تم خوندی که چرا اینجوری میکنی به خودتو؟ بذار آروم باش. چی شده؟ بذار حالش بده. حتما فشار خوب شده. بیارش خونه. نه نه شامیز من مزاهم نمیشم. مزاهم چی چیه؟ پاشو. آقا یا پا میشه مجموع میشم جلوی این همه آدم کولت کنم. پاشو. بیارش بیارش. فشارش افتاده. یه نباس داد درست کن اصلا توش بریز. برو برو. سلام. سلام. برای من روزم. کفر بچه خوب بگی برو. ببرش تو. ببرش تو. بریم تو. بچه داره از خواب میره. ای بابا. بیشتر چشم پسته و زعفرون و شکرش همینقدر که تو اینه. این ظرف هم بده بذاره یخچال. هر وقت اندازه یادت رفت به این نگاه کن تا اندازه دستت بیاد. ملتفت؟ بله آقای بخ. موازه دور برداشتم برمیدیم. سلام آقا جون. سلام علیکم. من بیرم شاهد نصرت. حالش خوب نیست خونه هست. خسته نمیشه آقا. زرنگی بابا جان خدا رو شکر پدر بزرگت هم ازت راضیه روسفیده.
من باور ندارم که تو خوف امتحان داشته باشی. نه خوف نه، سه شب نخوابیده به خاطر همانه زهالش من یه من درس نمیده. همینه دیگه، وقتی درس ها رو میذارین شب امتحان نتیجهش میشه این، اما ایبی نداره. من مطمئنم تو این درس هم نمره خوب میگیری، مواظبش باش. دیدی منو، تو که بنده این سه روز نبودی که، تو توی ترمم خوندی مدنی هشت. من برای چه استرس داری؟ حالا هیچی تو مخم نیستش، فقط مدنی پنج. نه نه اصلا اینطوری نیست، همه رو بریز دور. الان فقط کلیک کن رو مدنی هش، همش این تابلو میاد جلو چشه. من قول شرف میدم، شرط میبندم، از همه ما بهتر امتحان میدم. بریم تو؟ خبر خوش بیان بیرون ها. آره دیگه مثل همیشه. هلا اگه بیفتم تقصیر تو، تمرکزم ازم گرفتی. فرقه رو پخش کنید. بچه ها گوش کنید، مدت زمان امتحان 2 ساعته. تا قبل از اینکه من اعلام کنم دست به برقه سوالات نمیزنید، میشینید تا خودم بگم. تا قبل از اینکه اعلام کنم هیچ کس حق خروج از سالن رو نداره، متوجه شدید؟ بچه ها تا اعلام نکردن ورقاتون رو بر نگردونید، همونطوری بذارید رو پیش دستیتون بمونه تا بگرد. شروع کنید. بابا یو خوردنی بردنی محرم ازونه با اون کار دارم داداش. آقا رو دریاب. ببین کارش چیه، راش بنداز دیگه، مگه نمیبینه دستم بنده؟ دستش بنده. بهتره یه دقیقه دستت بند نباشه، حرف خصوصی دارم، میخوای بلندتر بگم بقیه هم بشنون. فرمایش؟ فرمایش نیست، عرضه. حالا هر کدوم فرقی نداره، حرفتو بزن. کارت چیه؟ میخوام تا پیش از ظهر اینجا رو تخته کنی بری. ببینم پیری جون، تو چیز میزدی؟ اگه من به قول تو چیز میزده بودم الان باید جزو مشتریات باشم. تو حالا من اینجا دیدی؟ خب پس چه مرگته؟ این پرت و پلا چیه میبافی آخه؟ پرت و پلا نیست، من اومدم بهت بگم دست از سر این بچه ها برداری. باید بهت بگم که اینا صاحب دارن.
وقت جنابالی صاحبشونی؟ من مستخدمشونم. من دلم نمیخواد کسی آزار ببینه، حتی آدمی مثل تو. واسه همین من اومدم خودم بهت بگم از اینجا بری. آزار؟ آها، ای پیری، اگه تو تمام هیکلت هم آتیش باشه، سیگار منو نمیتونی روشن کنی. آتیش. حالا تا نزدم کباب کوبیده از استخون گوشتات درست نکردم، یا الله بزن به چک. باشه. آهای پیری، مشتی، ما یه چی نمیخوای؟ از اینجا برو. چیه منوچ؟ نمیدونم به خدا، من تو دانشگاه مانشگاه دیدمش، فکر کنم سرایدر مرایدره. شهرش برامون دنبال ترک هست، دوباره برمیگرده، ما هم بهش میدیم. خیلی خوبه آدمی مثل این وسط جوان ها باشه، واسه همون مشتری جور کنه. واسه سر کارت. برگی لطف میکنیم همه مهندس جان. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. خیلی پیش آقا شامی، روز اول مارمزونی اومد و رفتنت زیاد شده، تا آخر وقت دووم نمیاری یا؟ آچی من باید کار دارم. خیر باشه. سلام آقا. سلام آقا جان. سلام. باش بسه. اومدی برای حساب کتاب؟ اومدم ببینم چیکار کردی واسم. من یه بوم خورده تو ملاجت، چیکار باها بکنم تو این هیری بیری؟ راست اینکه حالیت نیست در روچه پاشنهی داره میچرخه. بعد پاشنهی یه به سلام ما که نمیچرخه آقا جم. ببینم اگه قبال اینجا رو به اسم شما بزنیم به سلام تو میچرخه؟ قبالی اینجا رو نمیخوام، من کار خودم رو میخوام. منم گفتم یه قلوب سب کن ببینم چیکار میتونم بکنم دیگه، شش ماهی که به دنیا نیومدی. آقا مگه دوغ قلوپ و تلوپ داشته باشه؟ هر یه روزی که بگذره تمام 23 سال از عمر من دود. تو کلت به کار بنداز. اینقدر الان شیر تو شیره که اگه قضیه تورم بکنم که دیگه وا ویلا. من همه فکر و ذکرم به اینه که پای مرکه اینجا وا نشه. آقا شامیز؟ بله. این که میاد. نه نمیاد. خودتون گفتین اینا نمیدونم چی هن، مثل دایناسور هن، چی هن، هر کاری بخوام میتونن بکنن. نه تا وقتی که آقا جمال یه طرف کاره. تو اینگه ما رو یه دستی گرفتی یا؟ نه آقا جمال، نه قربونت برم، نه قربون اون طاقه عبود، چهار دستی گرفتم شما رو. حرف من اینه که بخواد بیاد میخوای چیکار کنی ها؟ میخوای بری به آقا یاور بگی نه یار چیکار میخوای بکنی؟ اونش دیگه به تو مربوطی نیست. تو فقط رو اعصاب من راه نرو. بذار ببینم چیکار میتونم بکنم دیگه. چه میدونم والا، میکشیش لابد.
چون هیچ جور دیگه این خواب تعبیر بشه نیست. شنفتی میگن زندگی مثلا به یه چی بنده؟ نه نه و زهرمار با تو چی شنیدی؟ تلویزیون که نمیبینی، سینما که نمیری، چیکار میکنی تو اصلا؟ تو این فیلم ها همش مرتب دیدی به هم دیگه میگن مثلا میگن طرف زندگیش به یه چی بنده؟ حالا شنفتم آقا جمال، دخلش به من چی الان؟ به این میگم حالت نیست به خاطر همین چیزاست. آقا من باید باشم تا شما باشی که بذارم اینجا مدیر رستوران شی. مخون 23 سالت هم میشه چی؟ 40 سال. اون موتور قرازت هم رد میکنی میره با اوتول میندازه زیر پات منتها به شرطی که من اینجا باشم تا این حرفا باشه دیگه. بزرگ نمیر دیگه. نه خیر، نه بزرگ نمیره نه وعده سر خرمن. یارو نمیاد اینجا. یعنی چی؟ یعنی من نمیذارم بیاد. یعنی چی؟ یعنی پای همه چی وایسادم تا پاش اینجا وا نشه. یعنی چی؟ یعنی شما الان گرد و گام میکنی میری منتظر میشی تا من بهت بگم بیای مدیر رستوران بشی؟ الان رفت و کلت؟ ها؟ الان مالا شو گرد و گام میکن تا آقام پیداش نشده بجم. کاری نیست ما انجام بدیم؟ نه خیر، بعضی کارا مثل این ورزش انفرادی مونه، یه نفر باید انجام بده دیگه. بفهم سروان همینه. تشریف داشته به شما اینجا. اگه واسه این اومدی من زخم بده دارم و گفته باشم. اینجا مال شماست؟ برش مال این حرفو نبود بخورم. آقا خودش بایی هستش که هنوش این ناشی تو نیست؟ خداشم مجوز دارین؟ مجوز چی؟ مجوز چی؟ بابا من با این چهار تا چای میدم دست خلق الله اونم بعد افطار. همین آدمایی مثل تو آبروی دادم شریف و زحمت کشی که از این را دارن نون میخورن و میبرید دیگه. مگه این همه کاسبی نمیکنن؟ اون میبه فروشه مگه نیست؟ چه کار داری به کار بچه ها؟ بچه ها جمع نشین بفرمایید سر کلاساتون. جناب سرگرد، جناب سرهنگ، سروان، جناب سروان عزیز، هر کی هر چی راجع به من گفته چرت و پرته. خیال تا تا مواد پیداش. اینا چیه؟ رفاش. ما اصلا از اینا خبر ندارم اصلا. برای من پاپوش درست کردم مطمئنم اصلا من ما خیلی وقت حواسمون بهتر. چیکار داری با این بچه‌ها؟ اگه تو الان هم نرفتی زندان اینه که دنبال آدم اصلی هستم. من این چیزا رو قبول ندارم جناب سروان. کی؟ جناب سروان برای چی جناب سروان؟ همکاری بکنی به نفته. اگر همکاری نکنی هم پرونده تو سنگین تر کردی هم جرمت بیشتر میشه. هم دستمند برای چی میبری؟ این دستا تا حالا دستمند به خودش نمیده. بریم پایگاه، بریم پایگاه. کجا هنه میبری؟ بریم پایگاه. جناب سروان این بابا زندگی ما میبرده که تو رو خود باش 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 نرو. دست شما درد نکنه که با پلیس همکاری کردید. دست شما هم درد نکنه. میکشمش به جون داداش، میکشمش. با کجا میبری منو؟ چه اتفاقی افتاده؟ با چی شد آجی عبو؟ چیزی نیست، نگران نباش. یه مقدار اطلاعات میخواییم ازت، فقط هم چشم ها
ای آدم فروش میرسیم به هم به وقتش. چند میگیری فکر میکنی؟ اون سال تشریحی رو چی نوشته برای؟ اونجایی که یه چیزایی آدم آمد نوشته. الان نصف نمره رو میگیری دیگه. رو وصیت چی؟ وصیت چی؟ اما همون که دو نمره داشت. اگر موسی الهی در زمان حیات موسی وصیت رو رد کنه. یادم رو آقای من، عزیز من، این چه کاریه؟ واسه چی خودتو میندازی وسط؟ مگه این مملکت صاحب نداره؟ چرا بانو داره؟ خب صاحبش مایی. این بچه ها صاحب دارن، صاحبش مایی. لااقل از وقتی که میان دانشگاه تا برن خونه صاحبش مایی. همه امید این پدر مادرها به ماست. بابا چه حرفی میزنی؟ رفتی با یه مشت با چاکچی در افتادی. میگی چشم پدر مادرای این بچه ها به شماست. میگم خدایی نکرده، خدایی نکرده، زبونم لال. اگه یکی رو بفرستن تو کوچه شبی نصف شبی یه چاقو بکنه تو شکمه. مانو اینقدر حرص نخور. آخه من میخوام بدونم اگه اتفاقی برات بیفته یکی از این پدر مادرها میاد احوال پرسی؟ نه والا نمیاد. بانو ممکنه هیچ کدوم از این پدر مادرها نیان، ولی به جاش خدا یه فرشته میفرسته عبور پرسی من که اسم این فرشته مریم بانوه. اما مستس این زبونه تو خب الان تا اینجا هفت نمره قطعی گرفتیم. شویه میخوام من با استاد صحبت کنم. او تو که اونو میشناسی، 25 صدام هم از دستش نمیچی. خب الان باید یه جوری مخشو بزنیم دیگه. چجوری؟ اونو بهت من میگم. بابا به من میگن آصف آچار شلاقی. آج آقا این آقا شامیز، آقا شمیزدی میگه یه چیزی دست ما دیده، ما هم میگیم نهیده، دروغ میگه. حرف من و حرف اون. آقای تزویر اینا مال فیلم های امریکایی، حرف من در مقابل حرف اون. شما فردا بگین پدرتون یه سر بیاد دانشگاه. اگه آقای شمیزدی حرفشو دوباره تکرار کنه ما ضمانت حرف اونو میکنیم. میتونید تشریف ببرید. تا فردا لال میشه. چیزی گفتین آقای جزایری؟ آقا چی گفتیم؟ گفتیم فردا بیاد، گفتیم چشم. خداحافظ. چی شد؟ چی بابا گفتن بابای فردا بیاد دانشگاه؟ اینجوری که خیلی زایه میشه. زایه میشه، بوم بهتون منفجر میشه، همه زندگیم به هم میریزه. قیدشو باید بزنم. بیچاره شدم حامد، بیچاره شدم. آیسا یه جوری نمیتونی دمشو ببینی؟ چی شد؟ منوش نگرش میدارم؟ باید رقم کلی جنس داره بودن از اون تو. ای بابا بشگفتم این سرای داره داستان میشه و خرجش نرف که نرف. اونجوری که بوش میاد داشه حالا حالا اون توه. خدا رو هم کنه. حالا به خیال داشت درست میشه. نسخه‌شو میپیچم. نمیذارم این پیر زرای داره خسر در بره. الکونداش فقط دنبال شر ریا.
بذارین ببینم حرفتون رو درست شنفتم یا نه. آقای چلایی، شما میگین دو تا امتحان رو با هم اشتباه کردین، یعنی فکر کردین امروز آزمون مدنی پنجه؟ بله استاد. و تو این چهار روز فقط مدنی پنج خوندین، نه کتاب امتحان واقعیتون رو؟ بله استاد. و فکر میکنی نمره قبولی از مدنی هشت نمیگیری؟ بله استاد. و پیشنهاد داریم که اگه بهترین نمره رو تو امتحان بعدی گرفتین، چند نمره از اون رو تو امتحان امروزتون منظور کنم. اگه لطف کنین. بله استاد. میدونی چرا این سوالا رو میپرسم؟ نه خیر استاد. میخواستم ببینم گوشای من درست شنفته. میخواستم ببینم یه دانشجوی سال آخر پای لیسانس واقعا این حرفا رو به من زده؟ یا احتمالا من دارم یه کابوس رو میبینم؟ میدونی مهمترین ویژگی یه حقوقدان چیه؟ میدونین یا نه؟ بله استاد. نه خیر. نه خیر نمیدونین. شما نادونتر از اونی هستین که جواب این سوال رو بدونین. مهمترین ویژگی برای یه حقوقدان کلمه است. کلمه حتی نه، فقط یه حرفه. زدن با زدی، تفاوتش فقط یه حرفه، اما معنیش یه دنیا. ضرب از ضرب. زمان برای یه حقوقدان مهمترین عنصره. کسی که ساعت 9 تو مشهد سوار هواپیما میشه، نمیتونست ساعت 9 و نیم توی تهران یه نفر کشته باشه. اطلاق تو حقوق مهمترین عنصره. جزای گناه یه برادر برادر دیگه نمیتونه پس بده. شما زمان نمیفهمی، شما اطلاق نمیفهمی، شما کلمه نمیفهمی. برای همین روز امتحان رو اشتباه میکنین، برای همین مدنی 8 و مدنی 5 اشتباه میکنین و احمقانه ترین پیشنهاد تاریخ رو به استادتون دادین تا از نمره یه درس به درس دیگه‌تون کمک کنه. واقعا که اوج بلاهت آقای چلویی. سلام استاد. سلام. سلام آقای دکتر. علیکم. آقای حسین زاده. بله استاد. این ورقا رو بذار توی کمد، فردا واسه تصحیحش بیارم. چشم. چی شده آقای دکتر؟ حالمو به هم زدن این دو نفر. بیچاره اون آدمی که من یه حقوقدان مثل شما دوتا دارم براش تربیت میکنم. واقعا واسه خودم متاسفم که دانشجوهایی مثل شما دارم. دیگه ای نداری؟ باور کن اگه اصله داشتن هر جفتمون زده بود. من این تصمیم گرفتم، من مدنی پنج رو امتحان نمیدم. اگه قرار باشه تو یه ترم بمونی منم میمونم پات. اینجوری هم پسر بی نیونی هم نوه یا بچالی هر جفتشون نه ترم میشه. ابله، تو فکر میکنی پدر بزرگ من داره با بابای تو مسابقه میده؟ نه گفتم اگه قرار باشه اینجا. تو غلط کردی گفتی. اصلا کی شده تو دو کلمه حرف حسابی بتونی بزنی؟ اون از پیشنهادت که گفتی بریم پیش استاد و این داستانا، این هم از حرف احمقانه الانت. من دیگه نمیدونم چیکار کنم، عقلم دیگه قد نمیده، روزم شده جهنم، نمیتونم تو رو اینطوری ببینم. همه چی خراب شد، هیچ کاری نمیشه کردش، همه چی خراب شد. بابا یه ترمه، تعامل کنی تموم میشه میره. داداش من، آقای نابغه، تو چرا حالیت نمیشه؟ واسه من یه ترم و یه سال اصلا فرقی نمیکنه. من سوختنم از یه چیزه، فقط پدر بزرگم. 10 جور گرفتاری داره، 10 جور قصه داره، 10 مدل کاره که باید یه طوری صاف و صوفش بکنه. تنها دلخوشیش این بودش که من برم بگم پدر بزرگ درس من تموم شد. خب اب نداره، فردا همش همین میگیم اعتراض دارم اعتراض دارم اعتراض دارم. خفه شو، حالا چه وقت شوخی کردن؟ دارم میگم حال عوض شد. عوض نمیشه داداشم، خراب کردم، بدجوری هم خراب کردم. الان باید برم بگم پیره مرد
ده تا قصه داری، بذار بشه 11. چی دارم میگم؟ خیلی از قصه بالاتره. میدونی من با این کارم تناب امیدشو پاره میکنم، چراغ دلخوشیشو خاموش میکنم. نتونستم دل یاور چلویی رو شاد کنم. پدر بزرگ من همیشه تنها بوده، همیشه هم تنهایی بار مشکلات رو به دوشش کشیده. الان فقط یه ذره مونده بود، یه ذره مونده بودش که لبخند رو بتونم بیارم رو لبش، دلش شاد بکنم. یه چیزی بگم باور میکنی؟ چی؟ به خدا دلم میخواد از در این دانشگاه که میرم بیرون یه ماشین بیاد بزنه پرتم بکنه یه گوشه، همه چی تموم بشه همونجا. بس دیگه بابا، تو هم دیگه خیلی بد طوری داری. طوری هم هست داداشم، من دیگه روم نمیشه تو چشش نگاه بکنم، از پدر بزرگم خجالت میکشم. میشه یه کاری که حرقت ها از تو کماد دفتر میدوزیم. بکش را